اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ایام سوگواری و عزاداری وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند متعال به برکت نام ابی عبدالله الحسین و عاشوراییان شهدای ما رو غریق رحمت واسعه کنه، به ما هم توفیق گام نهادن در مسیر نورانی اونها به لطف و کرمش مرحمت کنه انشاءالله. تقدیر و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این نشست نورانی و ببرکت و از این نمایشگاه در ساموز برای نسل امروز و نسلهای آینده، از آقای سردار کارگر عزیز و دفتر نشر آثار دفاع مقدس و از همه برگزار کنندگان این مراسم در سراسر کشور تقدیر و تشکر میکنم. در مورد وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام در زیارت اربعین دارد که بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. فلسفه قیام ابی عبدالله این بود که ملت ها رو از جهالت و نادانی بیرون بیاورد و از گمراهی اونها رو نجات بده. من میخوام این برگزاری مراسم تجلیل و تکریم از شهیدان و پیشکسوتان رو عرض بکنم، جلوه است از روشنگری نسبت به راه شهیدان، پیام شهیدان، هدف شهیدان، برای اینکه هیچ کس در عالم دچار جهل نشود و در جهل و نادانی نماند. و اگر کسانی به هر دلیل، به دلیل فتنه فتنگران، شیطنت شیاطین میخواهد دچار زلالت و گمراهی و انحراف در فکر و اندیشه و اخلاق بشه، با نشان دادن راه نورانی شهیدان از زلالت و گمراهی نجات پیدا کنه. لذا در این مقطع عزیزانی که دستندرکارند، هرچه نام شهیدان، یاد شهیدان، وصیت نامه شهیدان، هدف شهیدان، مسیر نورانی شهیدان رو در جهت تنویر افکار عمومی، در جهت نشان دادن راه نورانی آنها برای رهایی یافتن از ضلالت و گمراهی، برای رهایی یافتن از فتنه های بسیاری که فتنه گران انجام میدن، این حرکت عظیم تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و تجلیل از دفاع مقدس مسون سازی نسل جوانه. راه سیانت بخشی به نسل امروز و نسلها و عصرهای آینده آن است که عاشورا معرفی بشه، معلوم بشود عاشورا امتداد داره. امتداد عاشورا امروز جلوه شهدایی است که برای خدا و برای یک امر مقدس در این میدان ظاهر شدند. بسیاری در دنیا نبرد میکنند، جنگ میکنند، جنگ های بسیاری است در طول تاریخ در جغرافیا و اطلس و کره زمین، بسیار جنگ است، خونریزی است، اما کدامین از اونها دفاع مقدسه؟ نظامات در دنیا و
نظامات حکومتی بسیاری امروز در کره زمین برقرارند، اما کدام از آنها نظام مقدسه؟ و راستی سوال این است که چه چیزی باعث تقدس نظام ما، دفاع ما و بسیج ماست؟ رمز قدسیت چیست؟ سوال. رمز قدسیت دفاع ما در چیست؟ چرا دفاع ما مقدس است و چرا نظام ما قدسی است؟ اون چه مسلم است، هیچ امری و هیچ شخصی و هیچ زمانی و هیچ زمینی قدسی نمی شود مگر در پرتو قدوس. هو الذی لا اله الا هو الملک القدوس العزیز جبار المتکبر. فقط اوست قدوس. اگر زمینی قدسیت دارد در پرتوی ارتباط با قدوسه، اگر زمانی قدسی است در پرتوی با قدوسه، اگر مکانی و زمانی و شخصی قدسی میشه باید با او ارتباط برقرار کنه. و اما قدسیت نظام ما، اولان که نظام ما قدسی است. چرا؟ چون نظام ما مبتنی بر دین و آموزه‌های دین است، مبتنی بر کتاب و سنت است و این رمز قدسیت نظام ماست. نظام اسلامی که می‌خواهد تمام ارتباطات او بر اساس دین و آموزه‌های دینی تنظیم گردد میشه نظام مقدس. یک. دوم، در رأس نظام ما حاکمیتی است که نیابت از حجت خدا دارد، نیابت از ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. امر او، دستور او، نظر او برای ما حجت امروز، حجت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه. حاکمیت قدسیتش برای آن است که این جانشینی از طرف حجت خدا به نظام قدسیت میبخشه، به نحوی که امروز نیروهای مسلح ما مفتخرن به این که تحت فرمان فرماندهی معظم کل قوا خدمت میکنن که امر او را اطاعت کنند، وظیفه و تکلیفشون را انجام دادند. و امروز افتخار همه ما این است که ما تحت نظر ولی فقیه جامع الشرائطی که جانشینی وجود مقدس مولا هست ولی عصر رو دارد. این قدسیت. و در نظام ما هیچ قانونی، هیچ مقرراتی، هیچ باید و نبایدی نمیتواند تصویب و اجرا گردد الا و این که باید مطابق با شرع و موازین شرعی باشه. تضمین گذاشتن برای مجلس شورای نگهبان رو، برای دستگاه قضا دیوان عالی رو و یک سری از سلسله مراتب رو که هیچ حکمی خلاف شرع و هیچ قانون خلاف شرع در مجموعه نظام تصویب یا اجرا نگردد. هر حکمی، هر قانونی، هر مقرره‌ای بر خلاف موازین شرعی باشه از درجه اعتبار ساقطه. از روز اول امام اعلام کردن قوانین باید منطبق با شرع و موازین شرع باشه. و علاوه بر این ما در قدسیت عمل هم می‌خواهیم، هم حسن فعلی می‌خواهیم هم حسن فاعلی. یعنی اگر سرداری و سربازی و قاضی و نماینده‌ای و کارگزاری، فرمانداری، استانداری در جایگاه خودش خدمت می‌کند، علاوه بر حسن فعلی، حسن فاعلی هم می‌خواهد. یعنی یک اخلاص هم می‌خواد که به کار قیمت بده. اگر همه این سلسله مراتب قدسی باشد اما عامل عمل با قدسیت حرکت نکنه، عمل او قیمت بایسته رو نداره. لذا علاوه بر همه این ساز و کار مقدسی که امروز وجود داره، باید عامل عمل هم عمل او از در اخلاص
برای قدوس باشه، برای خدا باشه تا قیمت پیدا کنه. و رمز ماندگاری نام شهیدان ما در دفاع مقدس و در دفاع از حرم و حریم و دفاع از مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی آن است که خود نیز قدسی شدند، چون برای خدا حرکت کردند، چون ماندگاری آنها برای اخلاص آنهاست، برای خدا از جانشون گذشتند، برای خدا از آیندهشون، آینده این دنیایشون گذشتند، آینده جاودانه رو به دست آوردن. این که امام با همه عظمتش تو این فیلمی که پخش شد فرمودن که من احساس خاصی دارم وقتی که با شما سربازان و افسران مواجه میشم، واژه حقارت رو به کار بردن که ما میدونیم ایشون چه جایگاهی امام داره در عرفان و در شناخت خدا، در بندگی خدا چه جایگاهی داره، اما میخواد بگه شما چقدر عظمتی دارید. در واقع ایشون با این کلامش میخواد معرفی کنه مخاطب من در چه جایگاهی قرار دارن، که من میخوام با همه عظمت علمی و جایگاهم بگم که نسبت به اینها دارم قبطه میخورم. در واقع امام میخواد معرفی کنه مخاطب خود رو، بگه شما مخاطبان چه جایگاهی دارید. با این جملهشون امام میخوان به همه ما معرفی کنن کسی که در لباس سربازی و سرداری و افسری این نظام ظاهر بشه و در جایگاه دفاع از ارزش‌ها و ناموس این کشور قرار بگیره، اینقدر جایگاه داره که من امام با حال او قبطه میخورم. میخواد او رو معرفی کنه. کسی که در این لباس و این کسوت ظاهر شد باید با حال او قبطه خورد که چه جایگاه با عظمتی داره. و توفیقیست برای امروز و همه عصرها که حقیقتاً از این خط نورانی، راه نورانی، از این قدسیتی که در دفاع با عظمت ما بود همواره باید تجلیل بشه و تکریم بشه که نام اینان بماند. لذا وقتی که دفاع قدسی شد، بسیج قدسی شد، نیروهای ما مقدس شدن، جاودانه هستن هم پیامشون، هم راهشون و هم این مسیر نورانی که وجود داره. راهیان نور جبهه ها بسیارن، اما کسانی که در این فضا قرار بگیرن با نورانیت آشنا میشن، چون بچه هایی که تو این میدان بودن همه مخلصان روزگار بودن، مخلصان روزگار بودن که باید به حالشون قبطه خورد. و اینان که به جایگاه رفیع رسیدن یه پیشکسوتان و سرداران و فرماندهانی دارند که اینان جایگاه ممتازی دارند. و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. برخی بین ما نیستن، روح مطهرشون بر ما ناظر و حاکم است. خدا رحمت کنه سرداران بزرگی که نامشون افتخار این کشور و افتخار این نظامه. بر هر کوی و برزنی که نام شهید هست اونجا افتخار پیدا کرده و خانواده معظم شهدا پرچمهای برافراشته‌ای هستند در هر کوی و برزن، تو هر اداره‌ای، تو هر سازمانی، تو هر حوزه و دانشگاهی که یک فرزند شهید، یک فرد منتسب به شهید باشه، او پرچم برافراشته‌ای است که راه شهید و هدف شهید رو معرفی میکنه و باید همواره اینها گرامی داشته بشند و افتخار کنیم به نامشون و به راهشون و به خانواده های معزز و مکرمشون. اما همه این سرداران فرمانده بزرگی دارند که هم در دوران جنگ، هم قبل از جنگ تحمیلی، همواره در کنار امام، یار امام و در صفوف مقدم حضور داره. شخصیتی که این نمایشگاه برخی از زندگی او رو تونسته بیان بکنه، به برخی از جلوه های زندگی ایشون رو در کسوت یک ارادتمند به امام، یک شاگرد مکتب امام،
یک درس آموخته در مکتب انبیاء عظام الهی برای ما روشن بکنه. هم از سال 42 بعد از 42 این سالهای مبارزه با حکومت ستمشاهی که به نظر من این بخشاش هم باید اضافه بشه، بعضی از بخشها بود ولی بعضی از بخشهای دیگه باید اضافه بشه که ما گاهی در کتابها خوندیم، گاهی از زبان مبارک خود حضرت آقا شنیدیم، معلوم بشه که این حرکت ممتد و ادامه دار یک چهره انقلابی، عالم، فرزانه، فقیه در کنار امام و بعد نقش‌آفرینی ایشون بعد از امام، این روشن بشه برای جامعه ما که امروز جامعه ما توسط فقیه جامع و شرایطی داره اداره میشه که به مردم نمیگوید بروید، به مردم میگوید بیایید، خود در قله‌ای قرار داره که جایگاه او جایگاه سیاقت نیست، جایگاه او جایگاه قیادت است و فرق است بین سیاقت و قیادت. در سیاقت سوق دادن به یک هدف است، در قیادت کسی میگویند که خود واصل شده است، به دیگران میگوید بیایید شما نیز ملکوتی شوید. رمز موفقیت امام در پیامش آن است که خود رسیده بود، رهبری خود رسیده است، فرماندهان ما خود در جایگاهی هستند که به سربازانشون، به افسرانشون نمیگن شما برید. وقتی گفتن در جایگاه قیادت بیاد و الا ما شعرای بسیار داریم تو عالم، مصلحان بسیاری داریم تو عالم که اینا با عالم میگن برید راستگو باشید، برید پاک باشید، میثاق شکن نباشید، امانتدار باشید. بسیاری هم تو عالم کم نیستن مصلحانی که ادعای خوبی و پاکی دارن، راستم میگن، دروغم نمیگن، اما چرا در دلها جای نمیگیرن؟ چون کسی که خود رسیده است، کونو دعا تناس به غیره السنتکم، خود رسیده است، خیلی حرفش تو دلها جای میگیرد. به نظر من این نمایشگاه گویای آن است که شخصیتی که امروز در جایگاه فرماندهی معظم کل قوا قرار داره و بنده طلبه افتخار میکنم سرباز ایشون باشم، وقتی میبینم فرمانده من، وقتی میبینم امروز جایگاهی که امروز رهبری دارد، خود در این میدان پیشکسوت است، پیشکسوت همه پیشکسوتان، نسلها و عصرها میبینن که خود با اخلاص در این میدان حاضر است، طبیعتاً میبینه که او هم میتونه در این میدان حضور داشته باشه، میتونه نقش آفرینی بکنه. من ازم رو جمع کنن صمیمانه از عزیزان و سروران عزیز و بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن سپاسگزارم به خاطر این حرکت بسیار ارزشمند و ماندگارشون و این تعبیری که رهبری معظم انقلاب دارن و می‌فرمایند که یاد شهدا، برگزاری مراسم برای شهدا خود شهادتی است، حقیقتاً در هر کوی و برزن اینطوره. من توفیق داشتم قبل از این مسئولیت و قبل از این شرایط کرونایی قاری در بعضی از مجالس شهدا حاضر می‌شدم، تو استان‌ها می‌رفتیم، مثل روزی که فرد شهید شده از او تجلیل می‌کردن مردم، گویا همین امروز شهید شده. به ویژه در بعضی از نقاط کشور به طور خاص گاهی میرفتن مجالس، بسیار مجالس مثلا 20مین سالگرد، 30مین سالگرد، بسیار باشکوه، بسیار باشکوه. این نشان دهنده این است که مردم چقدر آمادگی دارن و باید همچنان این جلوه ها بماند بعد از شرایط کرونایی. ان شاء الله تجلیل از مقام شهیدان، معرفی چهره شهیدان، ادامه راه شهیدان همیشه پیش روی ما باشه. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. چرا تجلیل از شهیدان و چرا تکریم از شهیدان؟ چون جهل زدائی می کند از عالم، هرچی نام شهید، یاد شهید، هدف شهید برده بشه جهل زدائی می کنه. منتهاش ما مواجهیم با یک جاهلیت مدرن. دیروز جاهلیت قدیم بود، امروز جاهلیت مدرنه. جاهلیت مدرن مجهز به علم و فناوری است، مجهز به سلاح، قدرت مالی و قدرت نظامی بسیار پشت این جاهلیت مدرن هست و دارن به عالم نداشته‌های خود را،
نمیگم داشته های خود را، نداشته های خود را به عالم حقنه میکنن. ما مواجهیم با یک جاهلیت مدرن که زشت‌ترین کارها به عنوان جلوه های تمدن و مدنیت در عالم معرفی میشه. ما مواجهیم با یک جاهلیت اینگونه و اون قدرت عظیمی که میتونه چهره این جاهلیت رو برملا کنه و نقاب از چهرهشون بردارد، یاد شهیدان، بیان نورانیت شهیدان و بیان فلسفه عاشورا و بیان راه عاشورایانه. و لذا ما میگوییم که عاشورایان در عاشورا متولد شدن. عاشورا پایان عاشورایان نبود، بله میخواستن عاشورا پایان عاشورایان باشه. بر بدنهای مطهر اسبها رو هم تازوندن، سرها رو هم از ابدان مطهر جدا کردن، خیمه ها رو هم آتش زدن که نامی از حسین و یادی از حسین نباشد. اما عاشورا شد تولد عاشورایان. به ما هر کدوم بگن حبیب ابن مظاهر سال تولدش کیه، میگیم نمیدونیم. مورخین ما میدونن، به کتاب مراجعه میکنیم میدونیم. حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، زهیر، بریر، اون جعفر، میگیم ما باید به تاریخ مراجعه کنیم. اما به همه ما بگن که راستی روز تولد عاشورایان، میگیم عاشورا. ما به حبیب رو به نام عاشورا میشناسیم، زهیر رو به نام عاشورا میشناسیم. و خیلی از این عزیزانی که تصاویر نورانیشون اینجا هستش، ما ممکنه سال تولدش نمیشناسیم. یک جمله‌ای داره، من با این جمله تمام کنم عرضم رو. مرحوم ملا صدرای شیرازی در این کتاب شرح اصول کافی میگه مردان نام‌آور و شخصیت‌های نام‌آور دو روز تولد دارن، یک روز تولد شخصشون، یک روز تولد شخصیتشون. و اینان اون روزی تولد پیدا کردن که به شهادت رسیدند. پس من به شما خانواده معظم شهدا تبریک عرض بکنم. بچه های شما متولد شدن، پایانشون کی هست؟ تا زمین زمین است و زمان زمان می درخشند. این بنای تاریخ، بنای سخن پروردگار است. احیاء عند ربهم یرزقون. تا کی؟ تو همیشه. تازه فرزند شما متولد شده، مادر شهید، پدر شهید، قرار است چه بکند این شهید؟ کاری که ابی عبدالله کردن، جهل زدائی کردن از عالم. قرار است عالم به نام شهیدان روشنگری بشه. از صحوت الاسلامیه، این بیداری که تو منطقه هست مال چی هست؟ از کجا اومد؟ چطور یه دفعه همه بیدار شدن؟ این به برکت خون شهداست. این بیداری به برکت خون شهداست و این بیداری همواره ادامه دارد، همواره ادامه دارد. ان للحق دوله وللباطل جوله. بله یه جولانی باطل داره، یک کسایی میان یک کسایی میرن، اما اون چه که قرار واقعی عالم است، اون حق است و حقیقت است که شهدای ما هم برای حق و در مسیر حق گام نهادند. امیدوارم که روح مطهر شهدا و ارواح مطهر شهدا برای همه ما دعا کنن، خصوصا برای دولت مردانی که امروز مسئولیت خطیر رو به عهده گرفتن. ان شاء الله دعا کنن خانواده معظم شهدا، رزمندگان عزیز، تا این دولت بتواند اون وظیفه خطیری که به عهده‌اش هست برای رفع مشکلات کشور، برای پیشرفت امور در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، انشالله بتونه گام‌های ماندگاری بردارد. از همه عزیزان و سروران ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی محترم ارتش جمهوری اسلامی، فرماندهی معزز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرداران عزیز و سرفرازی که در ادوار مختلف فرماندهی سپاه و ارتش رو به عهده داشتن که حضورشون اینجا حضور بسیار ارزشمندی است، فرماندهی محترم نیروی انتظامی، وزیر محترم دفاع و همه اعضای بزرگوار. از اینکه مصدی اوقات شدم عذرخواهی میکنم. صمیمانه به نام خودم به عنوان یه طلبه و یه مسئول اجرایی کشور از همه شما تشکر میکنم و اجرتون با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و السلام علیکم و رحمت الله.